سلام به همه شما دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. خیلی ممنونم از اینکه تا به امروز همراه کانال من بودید. تقریبا هولوش 9 ماهه که من هر روز یا هر یه روز زمیون ویدیوهای کسب درآمد رو دارم به شما ارائه میدم و خیلی خوشحالم از اینکه مورد استقبال دوستان قرار گرفته و خیلی ممنونم از تمام دوستانی که با من همکاری میکنن، چه اونهایی که به من اظهار نظر میکنن، نظرات خودشونو میدن، چه اونهایی که لطف دارن. خب من نمیتونم راستشو بخواید لطف دوستان رو نمیدونم واقعا به چه شکلی باید جواب بدم، اما خیلی از همتون سپاسگزارم که به من خیلی لطف دارید. توی تلگرام من یه عالمه پیام دارم که همه به من لطف کردن و پیام های متعددی فرستادن و ممنونم از دوستانی که تا به امروز همراه کانال من بودن، چه اونهایی که همراه بودن، چه اونهایی که به تازگی دارن اضافه میشن. و خیلی تشکر میکنم از دوستانی که دارن ویدیوها رو بعد از اینکه میبینن برای دوستاشون میفرستن توی تلگرام یا توی واتساپ یا نرم افزارا و شبکه‌های اجتماعی ویدیوها رو به اشتراک میذارن. از همتون ممنونم. و اگه خاطرتون باشه من الان 2-3 روزی هست یه دعوت به همکاری کردم از دوستان برای اونهایی که دوست داشته باشن کسب درآمد داشته باشن، یعنی همکاری بکنن با من. من ممنونتون میشم اگر این رو از قسمت مربوط مطالعه بکنید. مطمئنا اونهایی که سابسکرایب کردن کانالو این اطلاعیه رو دیدن. منتها اونهایی هم که ندیدن من خدمتتون عرض میکنم که من همینطور که در جریانید مطمئنا میدونید که یک نفره نمیشه مدیریت کرد، یا ما یک نفره نمیشه یه حرکتی رو انجام داد برای اطلاع رسانی و برای آموزش‌های متعدد. من از همه دوستانی که الان این ویدیو رو دارن میبینن دعوت میکنم که بیان با من همکاری بکنن در تهیه ویدیوهای آموزشی تا بتونیم ویدیوهای بیشتری رو در اختیار دوستان قرار بدیم. و در مورد بحثی که مطرح میشه، بخش هزینه است که مطمئنا خب یه عده میگن آقا ما میخوایم کسب درآمد داشته باشیم چطور میتونیم. خب شما میتونید ویدیو بذارید، من هر 28 روز به 28 روز هر مقداری که درآمد مربوط به اون ویدیو باشه رو خدمت شما تقدیم میکنم. و امروز من میخوام با شما در مورد یکی از وبسایت‌های ایرانی باهاتون صحبت بکنم و از طریق اون وبسایت شما میتونید به راحتی یه فروشگاه لایسنس رو اندازی بکنید. این وبسایت مربوط میشه به وبسایت جواز ایران، سیستم همکاری در فروشه که به شما امکان این رو میده که بتونید یک فروشگاه کاملا آنلاین برای فروش لایسنس نرم افزارهای مثل آنتی ویروس های نود، کاسپرسکای یا هر آنتی ویروس دیگری، یا حتی لایسنس های مربوط به وبسایت ها مثل دایرکت ادمین و سی پنل یا خیلی سیستم های دیگه که مطمئنا کاربرد خیلی زیادی داره. و همینطور که میدونید دیگه الان اون بخش فروشگاه شارژ موبایل یه زمانی خیلی رونق داشت و البته هنوز هم هست، یعنی افرادی که میان سایت رو اندازی میکنن برای فروش شارژ موبایل، اونها هم یه نوع درآمد داره که من حتما در یه ویدیو در مورد اونها توضیح خواهم داد. اما این بخش لایسنس هم یکی از اون چیزهاییه که درآمد خیلی خوبی رو میتونه در اختیارتون قرار بده. این سیستم جواز ایران یه سیستم همکاری در فروشه، بیشتر به درد اونهایی میخوره که سایت دارن و میتونن یه ساب دومین رو اندازی بکنن و از طریق اون نرم افزار گیفت کارت یا لایسنس های مختلفی که به صورت محصولات مجازی ارائه میشه رو به فروش برسونن و درصد خوبی رو هم از محل فروش اونها تهیه بکنن. راه اندازی سیستم توی این وبسایت کاملا رایگان، همینطوری که میبینید شما نیاز به تأمین سرمایه برای تأمین کالا یا محصول ندارید و همه محصولاتی هم که آماده بشه و در اختیار مشتری ها قرار بگیره بدون نیاز به پشتیبانی شما اینها رو میاد به مشتریان میفروشید و درصدتون رو هم سایت به شما هر زمانی که درخواست بدید به شما پرداخت میکنه، چون مطمئنا محصولات بعد از اینکه خریداری بشن نیاز به پشتیبانی دارن که اینها از طرف این وبسایت ها به اونها پرداخت میشه. توی همین وبسایت یه تعداد وبسایت هم هست که نمونه هاش رو اینجا گذاشته. مثلا بذارید من این یه دونه رو باز کنم تا با هم ببینیم که اصلا کلیت این وبسایت چیه و چه خدماتی رو ارائه میده. سایت دانلود ها یکی از سایت های دانلود نرم افزار هست که ببینید این قسمت لایسنسشه، فروشگاه لایسنسشه. شما میای یه آنتی ویروسی رو مثلا دکتر وب رو انتخاب میکنی و اینجا بهت میگه دکتر وب چه نسخه ای رو میخواید، نوع خریدتون لایسنس، تعدادش چند کاربره میخواید باشه، دوره زمانیش میخواید 3 ماهه باشه و چه تعداد میخواید. مبلغش هم از 12500 تومان که بعد از اینکه شما کارتون رو انجام بدید همون لحظه در اختیار شما قرار میگیره. منتها این اطلاعات رو اگه ثبت بکنید
برای شما هم این موارد ارسال میشه. شما میتونید سیستم عامل مایکروسافت، مثلا اگر سیستم عامل ویندوز داشته باشید، میتونید اینجا لایسنسش رو خریداری بکنید. ببینید 490 هزار تومان قیمت ویندوز 10 پرو هست یا ویندوز 10 هوم. بر همین اساس یا نرم افزارهایی مثل دانلود منیجر، وینرار، اکانت هایی مثل اپل آیدی یا اینها رو شما میتونید توی این وبسایت به راحتی پیدا بکنید. اما این سایتی که جواز ایران این کارو انجام میده، این راه اندازی رو برای شما رایگان انجام میده. یعنی شما میای یه دامینی داری، شما این دامین رو در اختیارشون قرار میدی و اونها این دامین و اطلاعاتی که شما دادید رو این سیستم رو براتون میارن بالا و شما میتونید با تبلیغ دامنه خودت به راحتی مشتریان زیادی رو برای فروش لایسنس های مختلف به دست بیارین. و همینطور که بهتون گفتم، شما نیاز به پشتیبانی ندارید. شما فقط باید تبلیغ بکنید دامنه خودتون رو و دامنه رو بیاید منتشر بکنید تا افراد بیشتری دامنه شما رو ببینن. ببینید از دلایل استفاده‌ای که این وبسایت توضیح داده رو بذارید با هم دیگه بخونیم. نوشته کسب درآمد به شیوه‌های مختلف از وبسایت‌ها یکی از دغدغه‌های اصلیه که مدیرای سایت‌ها داشتن. یکی از زمینه‌های کسب درآمد از طریق همین وبسایت‌ها استفاده از سیستم‌های همکاری در فروش یا همون افیلیت. توی این روش مدیران سایت‌ها با توجه به اون امکاناتی که هست اقدام به ثبت نام توی سیستم همکاری در فروش میکنن و با تنظیم کردن یک قسمت فروش روی سایتشون اقدام میکنن به فروش محصولات و خدمات. مزیت این روش اینه که مدیر سایت خودش رو درگیر فرایند طراحی بستر فروش، تأمین کالا، اینکه دوباره یک کالایی باشه و بعد هم پشتیبانی مشتریاش نمیکنه و به همین خاطر میتونه بدون نیاز به هیچ سرمایه‌ای و حتی بدون اینکه قرار باشه زمانی رو به این کار اختصاص بده به درآمدزایی برسه. از نمونه های رایج سیستم همکاری در فروش میشه به سایت های فروش شارژ موبایل اشاره کرد که من همون ابتدا خدمتتون عرض کردم که اونها دامنه سودش کمه. یعنی شما در فروش یه شارژ مثلا ایرانسل یا همراه اول یا تالیا یا سپاهان یا کیش، مبلغی که به شما پورسانت میده بین 10 تومن تا 15 تومن تا اولا تا 60 تومن هم هست و رقابت شدیدی توی این بازار وجود داره. به خاطر همین سود چندانی هم نصیب افراد نمیشه. اما فروش بقیه محصولات مجازی مثل لایسنس قانونی نرم افزاری که با هم دیگه دیدیم، با توجه به حاشیه سودی که تولید کننده ها، یعنی اونهایی که میان نرم افزارا رو تامین میکنن، برای عاملین فروشش در نظر میگیره، مطمئنن میتونه قابل توجه باشه. پس عملا از دلایلی که اینها ارائه کردن میشه متوجه شد که بازار فروش شارژ موبایل تقریبا اشباه شده است. چون اونی که از نرم افزار موبایل بانک استفاده میکنه، میاد خودش هم به صورت مستقیم از همون موبایل بانکش خرید انجام میده، یا اگر میخواد قبض مثلا آب برق گاز تلفنش رو به صورت آنلاین بپردازه، باز هم بر همین شکل تا 50 تومان تا 150 تومان میتونید پورسانت توی اون سیستم ها دریافت کنید که مطمئنا توی فروش لایسنس این مبلغ خیلی بیشتر خواهد شد. اما در مورد شیوه کار، ببینید این چیزی که اینجا توضیح داده توی سایت جواز ایران، گفته اون کسی که مدیر سایت، برای اینکه بتونه همچین فروشگاهی رو انجام بده و بیاره بالا، نیاز به هیچ سرمایه‌ای نداره و عملا نیاز به دانش فنی در مورد هاستش و تنظیمات سایتش و خیلی چیزا نداره. فقط کافیه که توی چند دقیقه یه دونه ساب دومین در سایت خودش ایجاد بکنه. حالا ساب دومین چی بود؟ مثلا www.mahmood.yahoo.com. yahoo.com میشه یه وبسایت و اونی که قبل از دامنه اصلی قرار گرفته میشه ساب دومین، یعنی یه فولدریه که ما اون رو به عنوان ساب دومین توی این برانور میتونیم باش تبلیغ بکنیم و بعد از اون با ثبت نام توی سیستم همکاری در فروش شما فروشگاه اختصاصی خودتون رو میتونید راه بندازید. این فروشگاه دقیقاً مثل سایت‌های فروش شارژ عمل میکنه و مدیر سایتش اصلا نیاز به تأمین کالا یا پشتیبانی مشتریاش نداره و تنها کاری که باید اینجا باید انجام بدید اینه که تبلیغ بکنید و تشویق بکنید کاربرا رو به استفاده از سایتتون، این که به سمت فروشگاه شما بیان و لایسنس های نرم افزاری خودشون رو بگیرن و از خدماتی که توی کامپیوترشون استفاده میکنن به صورت قانونی بهره ببرن. به ازای هر فروش و هر محصولی که شما از طریق این وبسایت میفروشید، توی این وبسایت سهم سایت مشخصه و توی سیستم محاسبه میشه، بعد ثبت میشه و هر زمانی که شما درخواست واریز وجه بدید، مبلغ به حساب شما واریز میشه. پس اولا ببینید، من این رو بارها خدمت شما عرض کردم، حالا اون دوستان که به تازگی دارن این ویدیو رو میبینن خدمتتون عرض میکنم، ببینید دوام و پایداری این سیستم ها مثل سایت های ایرانی که همین جواز ایران یکی از وبسایت هاست،
دوام اینها اینه که تعهد داشته باشن به پرداخت درست صورت حساب‌ها به مشتریاشون. یعنی اگر اینها کوتاهی بکنن در پرداخت مبالغشون به مشتریانشون، مطمئناً باعث تبلیغات منفی میشه و خیلی ها اصلا به سمت اینها نمیرن و اینها بیزینس‌هاشون میخوابه. پس هیچ موقع نمیان خودشون رو خراب بکنن به خاطر اینکه مثلا میخوان به 100 هزار تومان به شما پورسانتتون رو به شما واریز بکنن مثلا ندن، یا مثلا به دلایل مختلف قرار باشه این پول رو مثلا بپیچونن و بعد هم به عناوین مختلف ادعا بشه که شما هیچ فروشی نداشتید. هیچ موقع این کار رو انجام نمیدن. همیشه آدم باید خوشبین باشه، مخصوصا به دوستان که توی ایران دارن این کسب و کارها رو به عنوان استارتاپ های خیلی خوبی انجام میدن و شروع کردن اینها رو. خب اینها دفترشون هم در تهرانه و تلفن هم دارن که افراد میتونن توی این وبسایت ها ثبت نام بکنن. این آموزش رو خدمتتون دادم. شما میتونید اینجا از طریق این وبسایت، خب اینجا یه دونه توضیحات مفصل در مورد راه اندازی فروشگاه به شما داده که یه فایل پی دی اف میتونید این رو دانلود بکنید اینجا. بعد از اینکه اینو دانلود کردید میتونید جزئیات کاملش رو مطالعه بکنید. مطمئنن جدای از این مواردی که خدمتتون گفتم، مسائل دیگری هم در هنگام کار شما باهاش برخورد خواهید کرد که به راحتی میتونید از طریق بخش پشتیبانی این وبسایت خدمات رو ازشون جویا بشید و مسائل و مواردی که براتون ایجاد میشه رو به راحتی حل و فصل بکنید. اما عملا راه اندازی یه وبسایت برای فروش، اون هم برای لایسنس، کاری پیچیده ای نیست. خب ممکنه شما بگید آقا من دومین ندارم چیکار بکنم؟ من آدرس یکی از وبسایت هایی که حداقل میدونم مطمئنه توی ایران داره کار میکنه رو برای ثبت دامنه در انتهای ویدیو توی توضیحات میذارم. شما میتونید روی اون کلیک کنید و وارد سایتی بشید که فروش دامنه رو انجام میده و اونجا به نام خودتون دامنه رو ثبت بکنید و بعد هم میتونید فعالیت خودتون رو با ثبت اون دامنه توی این وبسایت‌ها به راحتی انجام بدید و اون دامنه رو در اختیار سایت جواز ایران قرار میدید، میگید این مثلا دامنه منه، میخوام فروشگاه روی این بیاد بالا. اینها هم به شما مطمئناً توضیحاتی خواهند داد، به شما توضیحاتی میدن در مورد اینکه شما دامنه‌تون باید روی یه DNS های خاصی پارک باشه. این DNS ها رو هم از اینها میگید و میدید به اون شرکتی که مثلا من الان لینک شدن تا ویدیو میذارم اونجا که دامین ثبت کردید و به اونها درخواست میدید این DNS رو براتون روی دامینتون ست بکنن. برای اینکه شما بتونید مثل مثلا www.yahoo.com یا google.com بتونید یه آدرس به نام خودتون داشته باشید، یا مثلا www.asqar.com، مثلا این asqar.com میشه دامین شما. اگه قرار باشه asqar.com رو شما داشته باشید، چیزی در حدود 150 هزار تومان تا 170 هزار تومان هزینه یه که امروزه توی ایران دارن دریافت میکنن برای ثبت این دامنه. خب این دامنه توی ایران شما به راحتی میتونید با ثبت این دامنه فعالیت خودتون رو برای این بیزینس شروع بکنید که من آدرس اون وبسایت رو برای خرید دامنه حتما در اختیارتون قرار میدم تا شما بتونید به راحتی دامنه خودتون رو اونجا ثبت بکنید و بعد هم در اختیار اینها قرار بدید برای اینکه بتونن فروشگاه لایسنس شما رو راه اندازی بکنن. این توضیحاتی که خدمتتون دادم برای اینه که شما بتونید یه فروشگاه لایسنس راه اندازی بکنید و از طریق اون کسب درآمد ریالی داشته باشید توی ایران. امیدوارم از آموزش امروز استفاده کرده باشید و اگر از ویدیو خوشتون اومد زحمت بکشید، میگم اگر خوشتون اومد و پسندیدید لایکش بکنید ویدیو رو، اگر پسندیدید برای دوستاتون به اشتراک بذارید و اگر توی این سیستم شروع کردید به کسب درآمد حتما به من در کامنت ها بگید که چقدر درآمدتون بود و تو چه مرحله ای از بیزنستون قرار دارید. در مورد ویدیو حتما نظراتتون رو با من در میون بذارید، چه در تلگرام که آیدی تلگرام من در صفحه About قرار گرفته. توی این صفحه شما میتونید آدرس تلگرام منو ببینید و حتی میتونید این بالا در منوی هدر هم اینجا نوشته تلگرام، میتونید اینجا به من در تلگرام پیام خودتون رو ارسال بکنید. من به ویدیوها، به پیام‌هایی که دریافت می‌کنم به ترتیب دارم جواب میدم و بعد از اینم که شما میفرستید مطمئنن من تمام کامنت ها رو میبینم و به همه دوستان هم تک به تک پاسخ خواهم داد. از اینکه تا به امروز هم همراه من بودید و این ویدیو رو دیدید ازتون ممنونم. برای همتون آرزوی شب و روز خوبی رو دارم. موفق و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتون.